در پاراشای این هفته، پاراشای ویکهل، خداوند میاد و مجدداً فرمان شبات رو با ما در میان میگذاره. به چه حالت؟ نه به عنوان کار نکردن، چرا که میدونیم اکثر مغازه‌ها در روز شبات بسته است. نه به عنوان هیچ نوع کسب و کاری انجام دادن، بلکه یک پیامی رو تکوندنده به ما در مورد شبات میگه و اون چیه؟ لطبعرو اش بخل مشروطه خم، که آتش میفروزید در تمام مشوته خن، جاهایی که مسکن شماست و زندگی میکنید. چرا که در پاسخ میفرماد ششت یامیم تاسه ملاخا، شش روز ملاخا کار انجام میشه، او ویام هشوی یلاخم قدش، اما در روز هفتم برای شما مقدس خواهد بود. شبات شباتون لهشم، شباتی مقدس برای خداوند. حقامیم توضیح میدن که چرا تا این حد 52 بار توی تورا فرمان و دستور نگهداری شبات رو به ما هی گوشزد میکنه. مگه چند بار توی تورا میگه که غذای غیر کاشر نخورید؟ 3 بار. مگه چند بار میگه که در روز کیپور تعنیت بگیرید؟ 1 بار. مگه چند بار میگه که در موعد پسح مسا بخونید؟ 2 بار. چرا 52 بار در مورد شبات باید تکرار بکنه؟ توی تورا هنوز ما تورا رو نگرفتیم. بعد از کریت یمسوف، شکافته شدن دریا، دم اون آب می مارا، همونجا به ساملا حکم و مشپات میگه برای قوم اسرائیلی قانونی گذاشت و چی بود؟ شبات. چرا 52 بار بعد تکرار بکنه؟ تا این حرف خداوند تاکید بکنه لطف و رویش به خل مشروطه خه. و توضیح میدن چون به خاطر این که شبات در واقع معین اولام حبا، شبات داره ما رو برای اولام حبا آماده میکنه. کسی که بتونه پذیرش شبات رو در این دنیا داشته باشه، مطمئناً میتونه پذیرش اولام حبا رو در دنیای باقی داشته باشه. و چون خداوند میدونه که دنیای ابدی هیچ جای تعارفی نیست، کسی که در دنیای ابدی قرار نگیره مانند یویو بین هوا و زمین سرگردونه، هیچ جایی نداره بره اگر نخواد در جای ابدی قرار بگیره. 52 بار در طول سال هی ما رو گوشزد میکنه در تورا که شبات رو استراحت کن و نگه دار و مقدس بشمار. چرا؟ چون شبات میسوایی که انسان با نشاماش انجام میده. این که بقیه میسوات رو ما تفیلین میبندیم روی بدنمون، روی دستمون، داریم با جسممون گوف اون میسوار رو انجام میدیم، اما میسوای شبات رو ما داریم با نشامامون انجام میدیم. به همین دلیل حتی اگر کسی 24 ساعت شبات هم خوابیده باشه، هنوز شبات رو نگه داشته، چون شبات با نشاماست. شبات معین علام حبا، چون شبات یک اتمسفر کاملا اسپریچوال و روحانیه. تنها قطبی که میتونه این اسپریچوالیتی رو نگه داره و ابزرو بکنه نشاماست، که کاملا یک انتیتی و قطب چیه؟ اسپریچوال. در نتیجه شاید بعدنها همچین چیزی رو اختراع بکنن، اما فعلا تنها توی دریا و قایق و کشتی و آب که از پارو زدن استفاده میکنن تا به جلو برن.
هیچ کسی ندیدیم که تو ماشینش یا تو اتوبوسش بخواد پارو بزنه که بخواد توی خشکی بره جلو. همینطورم وسیله‌ای که انسان رو میتونه در دنیای بالا، در دنیای ابدی جلو ببره، در این دنیای خاکی نمیتونه استفاده بشه. اما تورا اومده یک نمونش رو به ما گفته و اون چیه؟ شبات. کسی اگر بتونه از شبات در این دنیا مهمان نوازی بکنه و پذیرش شبات رو داشته باشه، در اون دنیا معین علام حبا یوم شکلو شبات، روزی که تمام شباته، یعنی در علام حبا الان که در قطب شمال 6 ماه روزه و 6 ماه شبه، در علام حبا روز و شب نداره، همه شباته. در نتیجه یوم شکلو شبات، قدوسیت شبات یک قطره از اقیانوس علام حبا که کاملا 100% پیور کدوشا و قدوسیت. بندل توی پاسخ میگه ششت یامیم تاسه ملاخا، در 6 روز کار انجام شود. نمیگه تاسه تو کار بکن، میگه تاسه کار انجام میشه. همونطور که هشم قانون گذاشته که خورشید طلوع بکنه، نه من، نه شما، نه هیچ نجوم شناسی نمیتونه توی طلوع و غروب خورشید هیچ نوع دست درازی بکنه، همینطور هشم یک قانونی برای هر کدوم از ما قرار داده که انسان چطور اون پیشرفت زندگیش رو در طول روز، در طول این 6 روز داشته باشه. در واقع ما دل خودمون رو خوش میکنیم که میگیم سال 2013 گذشت، الان وارد سال 2014 شدیم. ما دلمون رو خوش میکنیم که میگیم خب ژانویه گذشت، الان ما در فوریه هستیم، خب فوریه هم میگذره وارد چی میشیم؟ مارچ میشیم. این دلخوشی ماست. اگه کلندر هشم رو نگاه بکنیم، کلندر هشم فقط 6 روز داره. هشم میگه من فقط 6 روز آوریدم، روز یکشنبه، دوشنبه، سهشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه. این 6 روز برای کلندر و جدول تاریخ هشم هی تکرار میشه، کار به ماه و سال نداره. در نتیجه موقعی که تو پاسخ میگه ششت یامیم تاسه ملاخا، 6 روز کار انجام میشه، این قانونیه که هشم برای 6 روز خلقت گذاشته. چرخ طبیعت بدون دخالت ما همچنان در چرخشه. پس ما چه وظیفه داریم؟ میگه روز شبات وظیفه ماست. روز هفته رو هشم تعیین میکنه، اما روز شبات رو ما تعیین میکنیم. به همین دلیل توی پاسخ میگه شش یامیم تاسه ملاخا، 6 روز کار انجام بشه، اما روز هفتم او بیام هشبیی یه لخم کودش، اون رو باید مقدس بشمارید. اون موقع است که شما که روز هفتم رو مقدس بشمارید، اون موقع است که شبات، شباتون لهشم، اون موقع است که روز شبات برای هشم تعیین میشه. تا ما روز هفتم رو در پایین مقدس نشماریم، شبات اعلام نکنیم، هنوز برای هشم شبات اعلام نشده. اینا هارالد الی منصور میگفت که از طرف نیویورک تایمز یه عده‌ای از ژورنالیستا دور هم جمع میشن و میگن که بیایم ببینیم آیا هیچ کسی میتونه پیش بینی بکنه که 100 سال دیگه روزنامه نیویورک تایمز چه اطلاعاتی، چه اخباری، چه
آرتیکل های مقاله های توش بنویسن. یه کسی مقاله نوشته بود در مورد آدم های پرنده، یه نفر مقاله گفت حتما تا 100 سال دیگه حتما هات نیوز آدم های پرنده خواهند بود دیگه. یه نفر اد گذاشته بود برای ریل استیت تو کره ما، دیگه گفت حتما 100 سال دیگه اخبار پر جنب و جوش همین خواهد بود دیگه، کره ما الی آخر. اصلا دیگه فراموش میشه که نمیدونم کی اصفهانیه کی مشهدیه، میره رو این که آیا تو کره زمینی هستی یا کره ماهی. همه اینا رو نوشتن تو اون جمع، روش بررسی کردن، گفتم به نظر شما تا 100 سال دیگه کدوم از این توضیحاتی که اینجا نوشتن حقیقت داره؟ یکی از جورنالیست‌ها گفتش که تنها چیزی که از الان ما میتونیم کاملا شهادت بدیم و ایمان داشته باشیم که 100 سال دیگه هم هنوز تو نیویورک تایمز چاپ میشه و حقیقت داره، اینه که فرایدی نایت کندل لایتینگ 5:15. این تا 100 سال دیگه هم هست. چرا؟ چون 3500 سال ادامه داشته. شبات 3500 سال برای قوم اسرائیل از هنگام متن تورا پای کوه سینای بوده. به همین دلیل حامیم میفرمان شبات مقدس تأثیرش رو هم در این دنیا قرار میده و هم در اون دنیا. در نتیجه موقعی که به ما توضیح میده که هدیه شبات رو دست کم نگیرید، ازش استقبال بکنید، در ادامه میگه لو تبعرو اش به خل مشوتخم، جمع میبنده، میگه آتش میفروزید در تمام مسکنگاهتان. چرا تمام؟ به خل مشوتخم، میتونست بگه مشوتخم در مسکنگاهتون. چرا در تمام مسکنگاهتون؟ چون انسان دو تا مشاب، دو تا مسکنگاه داره، یکی در این دنیا و یکی در آن دنیا. میگه کسی که شبات رو در این دنیا نگه میداره، بیایم پوینت مثبتش رو بگیم دیگه، خودتون پوینت منفیش رو تعبیر بکنید. کسی که شبات رو در این مشاب، در این مسکن اولیه و موقت نگه میداره، آسایش به خودش میده، مطمئنن در مشاب دوم، در مسکنگاه دوم که اولام هبا باشه، از اون آسایش بهره مند میشه. بندر همه ما دعایی که برای رفتگان میکنیم، نشامای رفتگان میکنیم چیه؟ روح هشم تنحینو بگن ادن. اگر مرد تنحینو بگن ادن، اگر زن تنحینا بگن ادن. و اینا ما چه موقعی میگیم؟ موقعی که اسم خدا بیامرز رو ذکر میکنیم، موقعی که اسم اون مرحوم یا مرحومه رو ذکر میکنیم، اون موقع میگیم چی؟ روح هشم تنحینو یا تنحینا بگن ادن. آیا هیچ موقع به معنی این چهار تا کلمه تا حالا توجه کردید؟ روح هشم یعنی روح هشم تنحینو قرار بدهد او را اگر مرد به گن ادن، و اگرم زن در گن ادن تنحینا. اما کی میگیم اونو قرار بده؟ روح هشم، روح هشم. موقعی که انسان ایمان داشته باشه به قدوسیت هشم، همون قدوشای هشم که در شباته، که شبات اسم هشمه، اون موقع است که اون رو در گن ایدن، در شامعین، در دنیای حقیقی قرار میده. به همین دلیل حامی میفرمان این ششد یامین تعاس ملاخا، منظور فقط به هفت روز هفته نیست، بر طبق داوید هملخ توی تهیلیم، اصلا ایام عمر انسان
روز به روز داره میگذره، نه سال به سال. ما هستیم که در این دنیا شناسنامه کسی رو نگاه میکنیم، میگیم پس تو 14 سالته، پس تو 17 سالته، پس تو 80 سالته، بر طبق سال میسنجیم. تو شاماین بر طبق روزه، چند روزه، یوم یوم، باروخ هشتم یوم یوم. به همین دلیل توی پاسو میگه تاریخ یامیم، ایام عمر تو من طولانی میکنم، نه سالهای شنوته خواهد. در عبری در تورا بهش میگن اورخ یامیم، یعنی طول ایام. حخامیم توضیح میدن که این شش روز که میگه کار انجام بشه و در روز هفتم شبات رو مقدس بدار، یلاخم کودش، منظور در عمر انسان. میگه کسی که این دنیا رو با هر فراز و نشیبی که داره دنبال میکنه و پشت سر میذاره، باید بدونه که بعد از این دنیا، بعد از این خستگی ها، بعد از این همه گیر و داد ها، یک آرامشی، یک شباتی در انتظارشه. کسی که بتونه این دنیا رو به امید شبات اوریجینال، اون شبات بالا بتونه طی بکنه، متوجه میشه که استراحتی که در پایان میگیره تمام خستگی این عمر رو رفع میکنه. اما یک جای تأسفی هست، و اون جای تأسف چیه؟ که اگر شباتی در انتهای راه نباشه، اون موقع است که هم خستگی این دنیا رو تحمل کرده و هم باید زجر اون دنیا رو تحمل بکنه، چون شباتی وجود نداره براش در اون دنیا. بندل تورا میاد التماس میکنه لطفر و عشق به خل مشوتخم، مبادا که آتیش پایین باعث آتیش بالا بشه. این پایین آتش رو خاموش نگه دارید، استراحت بکنید که بالا هم استراحت هنوز سر جاش باشه، اون شبات هنوز در انتهای راه باشه. تقریبا بکنم یه ماه پیش بود توی مدرسه بنوت ملکا یک یشیوای دخترانه است، دختر من اونجا میره، از بچه ها خواسته بودن که هر کسی یک ساینس فیر داشته باشه، یعنی یک چیز علمی رو بیاد کاردستی بکنه و نشون بده. یکی از دخترهای مدرسه که 7 گرید بود به نام استر دیکمن، ایشون اومده بود گفته بود که سه طریقه پیوریفیکیشن، سه طریقه تصفیه آب داریم ما. بالاخره آب دریاست، آب برفه، آب بارانه، آب چاهه، همه اینا احتیاج به تصفیه داره تا به شیر خونه ما برسه که بتونیم مصرف بکنیم، یا به قفسه های والوامز برسه که بریم ازشون بخریم، بعد این آب تصفیه بشه. میگه سه طریقه تصفیه هست. یک فیلتریشن، این که از صافی ردش بکنن و فیلترش بکنن. دو بویلینگ، که اینو بجوشونن که تمام میکروباش بره. سه دیستیلیشن. دیستیلیشن، دیستیلیشن چیه؟ به فارسی میگن تقطیر آب، آب مقطر، که موقعی که یک کتری داره میجوشه و اون بخارش رو با یه دیگی یخ نگه میدارن، زودی در زیر این در دیگ که یخه، قطع اون بخار تبدیل به چی میشه؟ قطرات میشه، که ما امروزه از خیلی از چیزا به این طریقه استفاده میکنیم، عرق کشمش، عرق گندم، همه اینا توسط دیستیلیشنه که اینو میجوشونن، بخارشو تقطیر میکنن، اون عرقی که به دست میاد میتونه عرق هر چیزی باشه. کدوم از این تصفیه ها بهترینه؟
فیلتریشن، بویلینگ، دیستیلیشن. طبق آزمایشی که توی خونه کرده بود به طور خیلی ساده دیده بود، موقعی که فیلتر میشه آب هنوز رنگش همون رنگه، فقط سنگاش جدا میشه ولی هنوز میکروبا باشه. موقعی که بویلینگ، موقعی که آب جوشیده میشه، تمام اون میکروباش کشته میشه ولی هنوز اون سنگا چیه؟ باشه. اما موقعی که دیستیلیشن میشه، موقعی که میاد تخلیه میشه، هم رنگش از دست میره، سفید میشه، یعنی بیرنگ میشه، و هم هیچ ناخالصی دیگه باش نیست و چی میشه؟ میکروباش کشته میشه. این موقعی که من برای 5 دقیقه این دخترتون ایونت این موضوع رو به من نشون داد، زودی دوزاری من افتاد که پس ما هم در واقع در این دنیایی که هستیم، هشم به سه طریق میاد نشامای ما را تصفیه میکنه، پیوریفای میکنه. یه طریق اولش چیه؟ فیلتریشن. موقعی که سخت در یک موقعیت های شخص در موقعیت های سختی قرار میگیره، این موقعیت های سخت فقط چیکار کردن؟ فیلتر کردن، آدم رو از یه سری از گناهان جدا کردن. موقعی که طرف دیگه به سختی میخوره به هشم رو میاره. دومینش چیه؟ طریقه تصفیه ساب یا تصفیه نشاما، بویلینگ، جوشوندن. حخامی میفرمان نصیب نشه کسی که یسورین، کسی که مریضی و زجر بدنی میکشه، ناراحتی بدنی داره، این خودش یکی از پیوریفیکیشن، طریقه های تصفیه نشاماست. اما حخامی میفرمان طریقه سومی هم هست، الان با هم دیگه خوندیم، اون چیه؟ دیستیلیشن، تقطیر. چطور نشما میتونه به پیوریفیکیشن کامل برسه؟ موقعی که بره و مجدداً برگرده به نام گیلگول، رینکارنیشن، تناسخ روح. حخامه میفرمان درسته که بهترین تصفیه، تصفیه گیلگوله که شخص چند سه دیگه بهش میدن برگرده و اشتباهات خودش رو جبران بکنه، ولی ریسکش خیلی بیشتره. چرا؟ چون امکان داره که اشتباه به اشتباه اضافه بکنه، در این بار دوم زندگی مجدداً گمراه بشه. و زجر نشاما برای اینکه برگرده در این دنیا خیلی زیاده. به همین دلیل حخامه میفهمان انسان تا اونجایی که میتونه در دنیایی که حیاتی که چانسی که فرصتی که هشم بهش داده تو این 120 سال سعی کنه پروندش رو تصفیه بکنه، که احتیاج به دیستیلیشن، احتیاج به گیلگول و برگشت به این دنیا نداره. زیخنال ابراخا خانم توران نعمان، همسر شادروان آقای حبیب بولا داودیان، دقیقا 30 روز پیش، یک ماه پیش در کشور اسرائیل، بعد از چند سال بیماری متاسفانه این دنیا رو ترک کردن و خانواده رو در سوگ خودشون قرار دادن. خانم توران نعمان داودیان که دختر شادروان، خانم روح انگیز حکیم رفی و پدرشون آقای شمعون نعمان معروف به موسیو سیمون بودن که در مدارس آلیانس ایران تدریس فرانسه می کرد.
زیخران لیبراخا مرحومه توران نعمان هفت نوه و پنج نتیجه از خود باقی گذاشتن و همچنین زخوت تورایی که در خانواده در نوه ها نسبتی که فرزندانشون نوگانشون نتیجه هاشون نگه میدارن باروخ هشم خانواده های پاک و مقدسی که تشکیل دادن همه اینا هدایایی که به این دنیای خاکی و به ما بازماندگان دادن که بتونیم فرصت رو غنیمت بشماریم و در دنیای باقی از اون شباتی که در انتظاره کاملا استفاده رو بکنیم. به همین دلیل هر کدوم از ما که امشب اینجا هستیم لازم است که حتما جزء نزدیکان و فرزندان باشیم تا بتونیم قدیش بزنیم. مایی که اینجا هستیم که شرکت کردیم در این مجلس برای ادای احترام به این خانواده و خانواده‌های وابسته، هر کدوم از ما میتونیم یک میسوایی رو برای ایلوی نشامای توران بعد شمعون بل ندر قبول بکنیم که اون میسوایه به عنوان قدیش، به عنوان قدوسیت، به عنوان تقدیس نام هشم در این دنیا به نام ایشون ثبت بشه. مطمئنن هر کدوم از ما در طول روز صبحانه میخوریم، نهار میخوریم، شام میخوریم. هر کدوم از ما در ایامی از روز وقت اضافه داریم، میتونیم تهیلیمی بخونیم، میتونیم لیموتورا بکنیم. فقط من یه ساجستشن میدم، اونهایی که واقعا به غیر از امشب که زحمت کشتن تشریف آوردن میخوان هنوز برای ایلوی نشاما و نحت روح و آرامش نشامایشون قدمی بردارن، یک ساجستشن ساده میدم که بارها خدا رو شکر عنوان شده و خیلی موثر واقع شده. سخنرانی بنده، اونایی که فارسی میفهمن، سخنرانی بنده پشت تلفن تقریبا ضبط شده و الان نزدیک به تقریبا 500 تا سخنرانی. تنها لازمه از سلفون یا از منزل یا از محل کار برای 10 دقیقه، برای 20 دقیقه، برای یک ساعت، هر مقدار که خودمون میخوایم وقتمون رو در روز به دیورتورا مشغول باشیم، به شماره تلفنی که میگم خدمتتون زنگ بزنید، اکسس کد رو وارد بکنید، یکی از سخنرانی ها رو انتخاب بکنید، بذارن روی سپیکر یا گوشی همچی که راحتین و این خودش سخنرانی پخش میشه و یه درس آموزندهی که ما از تورا یاد میگیریم میتونه برای ایلوی نشامای زیخران لیبراخا ددیکیت بشه. شماره تلفن خیلی ساده است، 718-906-6400 و فقط اکسس کد 6241 رو میزنید، منیو میاد خدمتتون که 500 تا سخنرانی ضبط شده، کدومش رو میخواید. شما مثلا میزنید شماره 300، شماره 300 پخش میشه، میزنید یک پخش، هر شماره بین این 500 تا رو میخواید ضبط میشه. البته یه نتورکی به نام کلالاشون که در این کلالاشون، این که گفتم خدمتتون، یه بخش فارسی داره که بنده هستن و ربای زرگری، ولی تو همین کلالاشون اگر کاملش رو گوش بکنید بهتون چویس میده که نزدیک به 500 تا ربای دیگه به زبونهای مختلف تو همین کلالاشون سخنرانی دارن، عربی، فرانسه، پرتغیز، انگلیسی، ابری، راشن، هر زبونی که میخواید این تو هست، ربانیم مختلف از گمارا گرفته تا داستان برای بچه ها، سخنرانی های مهم، اعیاد، حلاخوت، هر چیزی You go through it. میخواید مثلا برای پوریم یه مقدمه حلاخا یاد بگیرید، به این شماره تلفن زنگ میزنید، میگید مثلا بهتون میگه که چه تاپیکی رو میخواید برای هالیدی، مثلا شماره 8 رو بزنید، 8 رو میزنید، میگه خب در مورد چه چیزیش میخواید، بهتون توضیحات رو میده. مجددا 718-906-6400 718-906-6400
اگر فارسی بخوای 6241 اکسس کد 6241، اگر انگلیسی دیگه میتونه به منیون گوش بده. برای بقای عمر بازماندگان، خانواده های داودیان، خانواده نعمان، خانواده اسماعیل زاده، خانواده سلیمانی و خانواده شعبانی و دیگر خانواده وابسته و کلی هزار که تشریف آوردن بقای عمر میکنیم. امید که نشامای این مادر بزرگ که الان در نزد خداوند نزدیکتر به خداوند و میتونه با تفیلاش ما رو مورد حمایت قرار بده، امید که روحشون شاد، تفیلا بخونن که رفع گزرات بشه، از این بعد آوازه شادی و سلامتی در این خانواده و خانواده های بازمانده به خوبی شنیده بشه و بزرد هشم با آمدن ماشیخ که ما ایمان داریم دیدارها تازه گرده، چه بسا امکان داره هیچ کسی تو اینجا، من فکر نکنم که تو عمرش ابرام آوینو رو دیده باشه یا موشه ربینو رو، دیگه چه برسه به جد دهمش که قبل بوده. و ما ایمان داریم با ظهور ماشیخ تمام این دیدارها نزدیک میشه و مجددن دیدارها تازه میشه. به همین دلیل در پاسخ میفرماد آزیماله سحوک فینو اولشونه نورینا، در دوره ای که ماشیخ بیاد آن موقع است که لبهای ما پر از خنده میشه و زبان ما پر از ترنم هشم. میگه چرا خنده؟ آزی ماله سخوب فینو، چرا خنده؟ چون میگه خنده خوشحالی که کسی که پدر بزرگش رو هیچ ما ندیده بود و نمیشناخت یه باره دیدارها تازه میشه که میفهمن کی نوه کیه. تازه اون پدر بزرگه خودش هم با پدر بزرگش با زوره دیدار تازه میکنه و میگه نسل دهم منه، این جد دهم منه و این آزی ماله سخوب فینو که ما در انتظارش هستیم که شادی ها و ترنم ها در خانواده ها و در جامعه به ذات هشم به خوبی برای ظهور ماشیخ اتفاق بیفته. یه زخرا بارو.